مخابره فوری مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. ماموریت دیپلماتیک سفیر ایران در کابل پایان یافت. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. ماموریت دیپلماتیک سفیر ایران در کابل پایان یافت. سفارت ایران جمعه شب 25 قفس با نشر تویت از پایان کار سفیر این کشور در کابل خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته آقای امینیان در پایان 3 سال خدمت به ایران باز می گردد. این سفارت درباره سفیر بعدی ایران در کابل چیزی نگفته است. این در حالی است که ماه گذشته یک گروه هکری با نام بلک ریوارد یک بلتن داخلی خبرگزاری فارس را هک کرد و متن کامل یافته های خود را بر روی یک کانال تلگرامی نشر کرد. بخشی از این فایل ها رونویس متن سخنرانی بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان در یک جمع معدود در تهران بود. سخنانی که آقای امینیان گفته بود اگر نشر شود و به گوش طالبان برسد او دیگر با کابل برگشتن نخواهد توانست. سفیر جمهوری اسلامی ایران در آن سخنرانی گروه طالبان را فاجعه غیر قابل قبول، باعث شرمساری و خانمان بر انداز توصیف کرد. اما در عین حال تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران چاره جز کنار آمدن با طالبان و حمایت از آنها ندارد. او گروه طالبان را که بر اساس گزارش‌ها با حمایت گسترده مالی و نظامی جمهوری اسلامی در افغانستان با قدرت رسیده با لشکریان مغل مقایسه کرده و پیشنهاد کرده بود که جمهوری اسلامی با آنها همانند مغل‌ها برخورد کند تا متمدن شوند. مخابره فوری مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. مارشال عبدالرشید دوستم: سربازهایم اینقدر عجله دارند، می ترسم وقتی جنگ را شروع کنم با جمع خشکتر را هم نسوزانند، با حقوق بشر ملامت نشوم. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.